کار میکنه. جنگ و درگیری هم که ایران و روم داشته از این استفاده میکنه، چون بابرهنهایی بودن کار میکردن. در یه مقطعی روم میاد از بنی امیه که کمکش میکردن، این آقای امیه، خود آقای امیه، امیه که میرسه به امیه میگه آقا ما دیگه از تو حمایت نمیکنیم، از هاشم استفاده میکنن، میگه بنی هاشم ما سقایت مکه یعنی رهبری مکه رو میدن به بنی هاشم. اون موقع هم استعمار بوده، اون موقع هم جاش بوده، فکر نکنه همجور علکی بوده که میاد به یک مشک شراب کعبه میخره، نه، این اونا بهش میدن، رومی ها. بعد هاشم وقتی که رهبری مکه رو به دست میگیره، مکه هم چون تنها جایی بوده تو شبه جزیره عربی که ایرانی‌ها پایگاه نظامی زده بودن، که همین کعبه آتشگاه ما بوده، مثل کعبه زرتشت، میدونید که اینا رو من گفتم، برید بخونید کتاب آیین اوستا. این کعبه یه جایی بوده که آب و نون داشته. وقتی میدن دست بن هاشم، بعدم بنی هاشم، هدف اینه که تو باید یک سپاهی درست کنی، یک تشکیلات تروریستی چیز درست کنی، هر جوش تو نفوذ کنی، فلان کنی، تحتیم ایرانی رو بدی. برای همین که بعد چندین سال که قرآن رو محمد میاد و میگه، در سوره روم سخنی که دارم اولش که شروع میشه ناراحته، و همه جام الله یعنی محمد، چون در زبان عرب رب میشه خدا، ولی الله که میگه ال حرف تعریف، و اله که شده الله، یعنی این اله، این بت، اونم بت بزرگ قریشی که تو کعبه است. خب محمد وقتی که میاد، به هر حال اجدادش میمیرن، یکی یکی نمیتونه و سقایت یعنی رهبری کعبه دست یکی دیگه است، اینا میاد در سوره روم میگه، میگه آقا این ایرانی ها روم رو شکست دادن، ولی ناکسای نالوتی روم شکست دادن، ما ترتیبتون رو به زودی میدیم، به زودی در سالهای آینده ما ترتیب شما رو بدیم. به تو چه میخوای ترتیب ما رو بدی؟ خب پول گرفته دیگه، علکی هم نبوده که خدیجه میاد زنش میشه. خدیجه یک زن ثروتمندیه که با دنیا در امپراتوری داره، یک راکفلر خدیجه، متوجه میشین؟ ارتباطات بوده. بعد همیشه میگن که آقا پول بیا بگیر برو یه کار بکن، میگن آقا خیره، پول داده به محمد همایون حسینی ارشاد بسازه که ترتیب شاهنشاه رو بده، یارو خیره، این دکونه رو داده به شیخ احمد کافی، خیر یا همه پولا رو انگلیس داد. بعد میاد دوش انگلیس و روس تو ایران متحدن. از همون موقع بانو خدیجه هم که ثروتمنده میاد با محمد عروسی میکنه، یعنی برای اینه که این پول در اختیاری بذاره که شورش رو بیافرینه تو ایران. برای همین ناراحته که ایران روم رو پیروز شده بهش میگه ما ترتیبتون میدیم، کی؟ حتی میگه الله، الله یعنی که این خودش، چون هر جا در قرآن گفته الله شما بذارید محمد، خدا که بیکار نیست بیاد کتاب بیاره و فلان اینا. عمر دیگه گفتیم همه هم قبول کردن. استاد عبدالکریم سروش که رهبر اصلاح طلبا و رهبر فلان بود، بعد 40 سال، البته 20 سال پیش به خودم توی امریکا گفتم اتگر اینا رو نوشتی، بعد اومد گفت آقا اینا همه رویاهای محمد بوده، حرف خود محمد بوده، قرآن اینا، بزرگترین آدمای علامه و فلانشون هم حرفا رو گفت. حالا یک مشکی خرن شما باید روشنشون کنین با همین حرفا، پدر مادرتون باید روشن کنین که باهاتون بیان تو خیابون، این آخرین مهلت، آخرین شانس، اگر میلیونی نیاین تو خیابون باختیم. خب پس از اون اولم اسلام هدف از شکل گیریش این هست که به ایران حمله کنن، پابرهنه ها ترتیب ایران رو بدن. وقتی که محمد حرفای اولش میذاره و پادشاهی ایران میفهمه که محمد اونجا داره درست میشه، آماده میشه، تحصیلات رو میخواد بیران حمله کنه، سازمان اطلاعات امنیت شاهنشاهی ایران نیرو داره، همه جا جاسوس داره، سالها در شبه جزیره عربستان سعودی کنونی عربی موقع حکومت کرده، یمن دستشه، یمن کلا دست ایران اون موقع، میگه که آقا بریم این یارو ترتیب شه بدید. اینا به نیروهای امنیتی خودشون خبر میدن، یه خانمی محمد رو دعوت میکنه، یه گوسفند کباب میکنه چون خیلی دوست داشته، میده میخوره، مسموم میفته میره. همه مورخین اینو گفتن، یادتون نره محمد میمیره. محمد که میمیره یادتون نره بعد از این که سال 8 هجری اولین سپاهش آماده میکنه که به ایران حمله میکنه، به بحرین حمله میکنه، بحرین مال ایران بود اون موقع و یک پایگاه نظامی ایرانی بود، این یهو پابرهنار حمله میکنن به بحرین، پایگاه نظامی ایران خیلی کوچولو خورده بود، گفتن یه میگیرنش، ولی ایران موفق میشه، اینا رو میزنه میکشه سال 8 هجری. و بعد میگن نه، جریان محمد جدی است، اونجاست که شاه میگه بکشینش، محمد کشته میشه، مسموم میشه، ابوبکر جاش میاد. ابوبکر هم که جاش میاد،
ابوبکر هم مسمومش میکنن میمیره. همه مورخین نوشتن، بعضی میگن نه و نو این ابوبکر مسمومش میکنن که فرصت نکنه بیرون حمله کنه. اشعث ابن قیس یکی از مامورای بزرگ اطلاعاتی ایرانه که از یمن میاد سال 10 هجری به شبه جزیره عربی، از یمن میاد و مسلمان میشه سال 10. این اشعث ابن قیس آدمیه که جعده دخترش زن امام حسن میشه، امام حسن میکشه. محمد پسرش در عاشورا، تاسوعا و عاشورا نقش داره در کشتن حسین، و خود اشعث ابن قیس کسی است که در کشتن امام علی دست داره، چون یک ماه به ابن ملجم مرادی که من اسم اصلیش سالهاست در بودم بهمن جادوی است، این جازویه اشتباهه، یک نقطه عوضی تایپ شده و جازویه همه هم حالا جادویه، بهمن جادوی است، یکی از سرداران ایرانی است، چون جنگش جنگاوری جادویی میکرده اسمش بود چون جادویه، باباش هم کشته شده بود و بنا کار نداریم. او یک ماه میاد تو خونه باباش که این بابا اشعث ابن قیس تشکیلاتی فرماندهان ایران هم میکشنش، علی رو میکشه. پیروز نهاوندی یکی از سردارای دیگه ایرانی است که عمر رو میکشه. عثمان رو ایرانی دیگه اون موقع چون قبل محمد و ابوبکر مسموم کردن، چون از ایرانی نیومده بودن تو شبه جزیره عربی، ولی زمان عمر که به ایران حمله میکنن سردار سپاه و اسیر میشن، برده میشن، سردار سپاه بود ایران نمیکشه که، چون به دردش میخوره، دختران میگرفتن، سربازا رو میکشتن، فرماندان رو میمیارن تو مرکز خودشون، کاپیتال خودشون، پایتخت خودشون، اونجا دیگه وقتی که هستن توطئه میکنن خودشون. پیروز نهاوندی عمر رو میکشه، عثمان رو که میخوان میکشن کارشون راحت تر میشه. چرا راحت تر میشه؟ چون که اون موقع مصریان بینا حمله کرده بودن، مصر هم گرفته بودن، مصر رو هم دستشون میشن، مصری ها با ایرانی ها حمله میکنن، عثمان رو میکشن. یعنی شما تا اینجا ملتفت شدید عزیزان من که تمام رهبران اصلی اسلام رو از محمد تا 4 خلیفه‌اش و حتی تا حسن و حسین رو هم ایرانی میکشن. خب اینا مسلمان نشده، از روز اول هم جنگ و درگیری، حالا 3 جنگ برای اون را میندازن برای امام علی و غیر. خب پس کار تشکیلاتی همیشه پیش میره، تشکیلاتی پیش میره، و چون تشکیلاتی هست، سازمان یافته هست، افرادی هستن که تینگ تانگر، مغز متفکر اینا دارن. سال است که به گوش بشر میخوانن جهان کارگاه خداست، یکی میگه شیطان فریبت میده، یکی میگه دوزخ بار از سجده هاست، میگن که خدا مهربان است ولی هزار سال است از بهشت رانده ایم، یکی دیگه یک سیب چید از درخت، ما باید که تاوان شب پس بدیم، در این اعتقاده که حتی خدا گهی دشمنی بندایش میشه، مجازات یک تار موی زنان سگ چار چشم جهنم میشن، نمازی که با حرس جوی بهش بخانین که دکان مکاره ها. نهزت کنونی، انقلاب کنونی، این شورش کنونی که کانونهای شورشی به رهبری بانوان، به رهبری زنان خیلی عالی و خوب دارن پیش میبرن، اگر پیرپاتالا رو نیارین تو میدون میبازیم باز. پیرپاتالا رو بدین تو میدون. الان شما میبینید در رابطه با شاهزاده رضا پهلوی، پرنسس نور، ما 10 پیششون رو به عنوان نور رو به عنوان جانشین شهریاری در ایران معرفی کردیم، خوشبختانه همه پذیرفتنش، شهریار ایران این دختر خواهد بود و کسی مثل دختر تموم شد، حتی هیچ پیر و پاتالی حتی تو در حکومت نخواهد بود، همه جوان ها. من خودم گفتم همه کار رو دارم، من هیچ پستی نمیخوام اصلا، همه نسل جوان باید بگن بعد کار شده. شما ببینید اگر شاهزاده رضا پهلوی بارها اومد تشکیلات درست کنه، گروه درست کنه، فراخوان داد، هیچ کس ازش استقبال نکرد، و تعدادی که با تو این پاریس اون سال که ایشون فراخوان داد حدود 40-50 نفر 60 نفر لیست سخنرانا بود، آدمایی که شرکت کردن 30 نفر بودن، یعنی هاپ 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 زیاد میکنن مردم ولی دمه به زنگاه نمیان، ولی کار شد، یعنی کار تشکیلاتی شد که جهان الان پشت ما قرار گرفته
جهان که پشت ما قرار بگیره کار شده روش، شوخی هم نیست، جدی هم هستم بهتون میگم. یک، دو، این که هر روز